یک سازمان حقوق بشری احکام صادر شده برای پنج فرد کم سن نسال در عربستان سعودی را محکوم کرد و خواهان لغو آن شد. سازمانی موسوم به آمریکایی ها برای حقوق بشر و دموکراسی در بحرین احکام صادر شده علیه افراد کم سن نسال در عربستان سعودی را محکوم و خواستار لغو این احکام و آزادی فوری آنها شد. به گزارش خبرگزاری ها این سازمان اعلام کرد این اقدامات ریاض نقض معیارهای بین المللی از جمله منشور حقوق بشر عربی است و عربستان سعودی بالاترین میانگین اجرای احکام در جهان را دارد در ادامه این گزارش آمده هفت نفر از مجموع هشت بازداشتی در منطقه اشرقیه عربستان متهم به حمله به پلیس با کوکتل مولوتوف و سلاح گرم هستند و اینها اعترافاتی است که تحت شکنجه از متهمان گرفته شده و مقامات سعودی هیچ جزئیاتی درباره مجروح شدن عناصر پلیس ارائه نکردند. دادستانی کل عربستان سعودی به متهمان اتهامات دیگری نیز مانند تلاش برای بی کردن بافت اجتماعی با مشارکت در اعتراضات و تشییع جنازه ها سر دادن شعار علیه حکومت و تلاش برای فتن انگیزی و اختلاف افکنی زده است. قرار است جلسه محاکمه پنج نفر از مجموع هشت نفری که در آستانه اعدام در ریاض هستند به زودی برگزار شود. دادستانی کل عربستان خواستار اعدام این افراد شده است. برخی از این افراد کم سن و در زمان بازداشت و بازجویی اولیه تحت شکنجه قرار گرفتند و اجازه تماس با وکیل را نداشتند.